پونه، این واکنش ها فقط مختص به وبلاگ ها نشد در فضای مجازی که حالا بیشتر در قم دارن استفاده میکنن ازش، حالا چه اونهایی که طلبه های نسل جدید هستن، چه اونهایی که طرفدارهای نظام هستن و نسل جدید هستن بیشترشون هم. تفاوتش ولی نسبت به سفرهای گذشته حداقل این بود که خیلی این واکنش زیاد بود در فضای مجازی و اینترنت، یعنی فقط اگه کسی میرفت تلویزیون نگاه میکرد به اون بسنده نبود، اگه حتی دسترسی به تلویزیون های ایران یا صدا سیمای ایران هم نداشت میتونست از طریق اینترنت ببینه واکنش ها رو و ببینه سفر رو دنبال کنه حتی. یعنی پوشش خبری این سفر در دنیای مجازی هم به همون اندازه که در رسانه ها بود گسترده و زیاد بود. خیلی زیاد بود به خاطر اینکه یه سری از اونهایی که حالا طرفدار نظام هستن و نسل جدیدی هستن دسترسی به اینترنت دارن و آشنا هستن با اینترنت و از این ابزار هم علاوه بر رسانه های داخل ایران استفاده کردن که نشون بدن که این سفر چطور بوده در حقیقت. و در حقیقت میتونم بگم حتی بعد از انتخابات ایران که یه سری از مخالفان دولت و مخالفان نظام اومدن از این روش استفاده کردن و حرفای خودشون از طریق اینترنت زدن، اتفاقایی که درون ایران افتاده بود و توی اینترنت واکنش نشون دادن، منعکس کردن که به دنیا بپیچه خبراش، حتی طرفدارای نظام هم دارن الان از این وسیله استفاده میکنن و تقریبا میتونم بگم که دیگه یاد گرفتن جریان چه خبره. این هم علاوه بر رسانه‌های رسمی کاربرد داره. اما اینکه بخوام بگم این واکنش‌ها چه جوری بود، از خود سایت آیت الله خامنه ای شروع میکنم که یه بخش قرار دادن که سفر رهبر انقلاب به قم از دریچه دوربین شما که منتظر فیلم‌ها، عکس‌ها و حتی صداهایی هستن که اون بیننده ها یا اون کسایی که شرکت کردن در قم در این پیشواز بودن بگیرن و واسه این وبسایت بفرستن. حتی اگه تصویری که ما رو صفحه بی بی سی داریم یا خیلی از وبسایت های خبری دارن دقیقا. از مردم دعوت میکنن که خبراشون رو در حقیقت همون شهروند خبرنگاری کنن شده صحبت دقیقاً. اگه به اون تصویری هم که گذاشتن حتی برای تبلیغ توجه کنیم، خیلی برای من جالب بود که این تصویری که انتخاب کردن، حالا شاید هم با فتوشاپ این درست شده باشه و اون قسمت هایی که پر رنگی شده قسمت هایی هست که موبایل در دست مردمه و دارن از خود آیت الله خامنه ای فیلم یا عکس میگیرن، یعنی همون دقیقاً باز توجه به خبرنگاری شهروندی که شما هم تصاویری تهیه کنید که ما در یک سایت رسمی نشون بدیم. دعوت کرده از بیننده ها که از لحظه ورود رهبر به قم و جاهایی که مختلفی که رفته تو قم عکس بفرستن و گزارش بفرستن برای این وبسایت. یه وبسایت رسمی دیگه که خیلی توجه کرده همین مهر حوزه هست که وبسایت حوزه هست، خیلی حالا از دیدارها و خبرهای مختلف نوشته و این سایت هم اگه کسی فقط دسترسی به اینترنت داشت میتونست بره ببینه. اما در راستای اینکه خیلی از اینها اومدن از همین تصاویر نشون دادن و تصاویری که از مردم خواسته بودن که تهیه کنن، خیلی اومدن تصاویرشون رو گذاشتن روی یوتیوب. حالا فقط هم در قالب مردم نیستن این کسایی که اینو استفاده کردن، در قالب وبسایت‌های رسمی که ایجاد شدن که این سفر رو فقط واکنش بدن، این ویدیوها از طریق این وبسایت‌ها منتشر شده در یوتیوب قرار داده شد. اگه بخوایم یه چند تاشو نگاه کنیم الان آماده است اینو با هم دیگه ببینیم. جالبه این تصاویری که آدم میبینه از همون حرکت دوربینا که خیلی غیر حرفه‌ای مردمی دست آدمای عادیه، یا همون دوندون بودن تصویر آدمو یاد تصویرهای زمان بعد از انتخابات و شلوغی‌های خیابون‌ها و اعتراضات میندازه، که تصاویری که مردم برای رسانه‌ها اون موقعی میفرستادن. دقیقاً همون روشی که خبرنگارای شهروندی تصاویرشون رو فرستادن بعد از انتخاب. این هم یه جوری نمونه است به خاطر اینکه از دوربین خبرنگاری که تهیه نمیشه، دوربین حرفه‌ای نیست، یا موبایل هست یا دوربین‌های معمولی، به خاطر همین این حرکت‌ها در بین مردم هم بوده و به هر حال خیلی واضحه که نمیتونه اونقدر حرفه‌ای باشه. اولین باری که سفر رسمی اینطوری
پوشش خبری داده شده تو دنیای مجازی، لحظه به لحظه از کدوم خیابون، از کجا آمدن، به کجا رفتن، اینطوری تمام می‌بینی. سابقه بوده تقریبا که این سفر چجوری واکنش داده بشه در دنیای اینترنت. اما اون بخش اینکه خبرنگاری شهروندی چجوری بود و چه چیزهایی تولید کردن، تصاویر و عکس و اینا، اما در چیزی که مطرح هست تو توییتر هم هست، توییتر و شبکه‌های اجتماعی باز فعالیت‌ها زیاد بوده. مثلا یه صفحه باز شده بود در اینجا که قم نیوز هست، البته در قالب همون قمنیوز.com هستش که یک سایت خبری بود که فقط برای این قضیه باز شد. اما شبکه این خبری هم... قم اینطور که خودش بله و این شبکه توی توییتر هم اونایی که فالوش میکردن میتونستن برن لحظه به لحظه خبرها رو ببینن یا ببینن لینک های یوتیوب چی هست و دقیقاً لحظه به لحظه اومد نشون داد که در قم داره چه اتفاقی میگذره. حتی آیت الله خامنه ای از الان تو چه مرحله ای هست، تو چه خیابونی هست، نوشته با خانواده شوهرها داره دیدار میکنه. آره این از بعد از احوال پرسی میکنن. دقیقاً این مال روز بعدش هست و از همون روز اول، همون دقایق اول هم نشون داده میشد که قسمت گزارش کجا داره هست لحظه به لحظه. اما چیزی که حالا مطرح بیشتر شد در حال خود فرند فید هم که یک شبکه اجتماعی دیگه باشه، مثلا یه صفحه دیگه باز شد برای آقای خامنه ای که لحظه به لحظه عکس ها اومدن. حتی میتونم بگم از دو روز قبل از اینکه این سفر انجام بشه در فرند فید فضا ایجاد شد که استقبال مجازی داشتن میکردن در حقیقت، که تصاویری که حتی از شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف آیت الله خامنه ای رفته بود و گذاشتن توی فرند فید و داشتن میگفتن که ببینید استقبال ها اینجوری هست، حتما در قم هم استقبال های بیشتری از این اتفاق خواهد افتاد. و مثلا سخنرانی های سالهای گذشته یا سفرهای گذشته از دو روز قبل از این سفر بود تا اینکه حالا اون سفر اتفاق افتاد، لحظه به لحظه عکس ها اومد، نظرها اومد و بعدش هم اومدن نظرها و خبرها رو میگفتن که اصلا بعضی از این وبسایت ها یا صفحه ها مثل فرند فید مخصوص این سفر تاسیس شده و تشکیل شده پیشاپیش این سفر، نه؟ بله مثلا تو فرند فید هم مثلا خود کاربرا این کار رو انجام داده بودن. خب اینها یه سری کارهای داوطلبانه هست، نمیتونم بگم که کارهای سازماندهی شده توسط یک سازمانی هست، توسط داوطلبانه اونهایی که خودشون اینجا فعال هستن اومدن این کارو انجام دادن. ولی خب که به نظر آره اینجوری که به نظر ولی جالب اینه که به نظر میرسه شاید برای اولین بار همچین سفر رسمی در حقیقت به پوشش خبری رسانه‌های رسمی و مطبوعات کشور بسنده نکردن و از دنیای مجازی و فضای مجازی هم شاید به بهترین وجه استفاده کردن. آره دارن تلاش میکنن که به بهترین وجه انجام بدن. خب این توییتر و فرند فید بود. الان ما تو فیسبوک اونقدر این واکنش نشون داده نشد، شاید به خاطر این باشه که فیسبوک به هر حال فیلتر هست، اونقدر امکان دور زدن از این فیلترها وجود نداره، به خاطر همین این خبرها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مثل فرند فید و توییتر بود. اما بریم سراغ وبلاگ‌ها. وبلاگ‌ها بیشتر اومدن بعد از این خبر و بعد از این سخنرانی‌های که آیت الله خامنه‌ای در قم انجام داد، اومدن حالا اون نکته های مثبت، اون به نظرشون میومد مثبت، به نظرشون میومد که مهمه در این سخنرانی، مثل واکسینه شدن، هم اینو تو وبلاگ هاشون نوشتن واکنش دادن بهش و همین که تحلیل کردن که منظور آقای خامنه ای چی بوده از این واکسینه کردن. این مثل وبلاگشون انعکاس زیادی داشته، همین خیلی مهم بوده برای اونهایی که به هر حال طرفدار نظام هستن، طرفدار آقای آیت الله خامنه ای هستن. مثلا وبلاگ منتظران یکی از اونهایی هست که تحلیل محتوایی کرده کلا خود کلمه واکسینه رو، محمد در موردش مطلب بزرگ بلندی نوشته در رابطه با این موضوع. اما مطلب دیگه، مثلا وبلاگ های بعدی که وجود داره، یه سری از عکاس هایی هستن که علاقه مند بودن به این موضوع و به حال علاقه مند هستن به آیت الله خامنه ای، اومدن عکس های استقبال از امام خامنه ای در قم هم نوشتن. دقیقاً حالا این خود واژه امام خامنه ای چیزی هست که میتونم بگم بعد از این سفر خیلی باب شد در اینترنت و خیلی دارن ازش استفاده میکنن، به جای آیت الله خامنه ای دارن از امام خامنه ای استفاده میکنن. تو وبلاگ ها و وبسایت های زیادی من دیدم که این واژه جا افتاده. اونایی که علاقه مند هستن و طرفدار آیت الله خامنه ای هستن، مثلا این وبلاگ عکاس مسلمان اومده عکس هاشو گذاشته اینجا، عکسایی که خودش تهیه کرده از سفر آیت الله خامنه ای و عکس هاش وجود داره در اینجا. این تقریبا اتفاقهایی که در دنیای مجازی اتفاق افتاد و ممنونم. پوشش رسانه‌ای و پوشش خود شهروندان در
پوشش گسترده و پوشش گسترده بوده و تقریبا میتونم بگم این پوشش شاید به خاطر این باشه که یه سری از طلبه‌های جدید، یه سری طلبه‌های نسل جدید یا یه سری از کسایی که به هر حال جوان‌هایی هستن که طرفدار آیت الله خامنه‌ای هستن آشنایی دارن با اینترنت و از این اینترنت هم دارن استفاده میکنن و فقط فعالیت‌های خودشونو منتهی نمی‌کنن به رسانه‌های رسمی که میتونن از اونها هم استفاده کنن و از اینترنت هم شده یه پایگاه دیگه‌ای که بخوان فعالیت‌های خودشونو فقط درگیر منطقه نکنن، فقط در سطح قم و ایران نمونه، یه جوری بزرگتر در سطح جهان هم بگن که این اتفاق افتاد. و به هر حال این چیزی که در اینترنت وجود داشت، تصاویر زیادی هم هست روی همین وبسایت، هر کدوم میبینم اونجا 7-8-10 تا عکس دیگه هم اون پایین گفته. آره، 2-3 تا عکس دیگه هم وجود داره که اگه هر کدومش رو کلیک کنن میتونن برن ببینن. ممنونم فرن. خواهش.